برای خداوند بزرگ و توانا سلام به ویژه برنامه 100 ثانیه خوش آمدین. مرا به این لباس ها میبینین تعجب میکنین. جای تعجب است به خاطر از اینکه هیچ وقت با این لباس ها ظاهر نشدیم. اما امشب 100 ثانیه آغاز سال با این لباس ها میکنه. تنها من نیستم در این برنامه، دوستای دیگر هم دعوت کردیم که میاین و در برنامه میباشن با لباس های بسیار مقبول. حالا بیاین که از یک اشتراک کننده اول ماست که چوپان است از او دعوت کنیم. میبینیم لباس های چوپان چی گونه است، چی رقم است. لباس افغانستان و چوپانی که بدون رمه داخل شد. اگر رمه بیاید بیادر جای پای ماندن نخواد بانه. سلام. سلام علیکم. عزمت جانم. دیگه خلاص از پانه تا. خدای دیو که چه نوی کلم و پخیر سر شروع کردی. خدای میره بانه انشالله. دیگه خلاص از پانه تا. وس نو لارشو بل دوستان تا زکر شد. بیاو نفر بانده خونه کیجی نه شده. یاو نفر بانده کی. حالا بریم چوپان آمد. در پهلویش باید یک چاپانداز هم باشه، یک اسب سوار چاپاندازه که لباس های مقبول سمت شمال افغانستان زیاد معروف است را پوشیده. حمید حمید جان نام خدا اسب شبان خال اسب نبیارن. حمید جان سلام، خوش آمدین به برنامه 100 ثانیه. خوب هستم، صحتم خوب است، بخیر. فرمای شما در اینجا که اجمل جان تنها بود و حال یک نفر دیگه هم ضرور است که در اونجا استاد شد و ایره از کجا بخوایم؟ ایره از اونجایی چون که حمید جان حسن شمول بود خودم از افغانستان در کل جای چوپونی کردیم. چوپونی و میگردید اگر گشت هستیم والی سمت پشتون پشتونهای خودم. بریم به طرف پکتیا انشاءالله. بله حبیبه با لباس های مقبولش که لباس های پکتیا رو پوشیده دعوت میکنیم. شد گروه
کارش ما جور شدیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بسیار خوش آمدید. 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 اگر ما همیشه بگردیم، من فکر میکردم که کل دنیا شاید دریشی و یا روسی کنند دیگه همین لباس ها رو بپوشند و چیگونه آدم یک احساس تفاوت میداشته باشه. این لباس ها واقعا عجیب است وقتی من خودم احساس میکنم. اما با لباس های پکتیکا هستم بله دیگه، از خاطر دوستو اگه سال باشن خلق شده باشه این لباس های پکتیکا هست. او اسم زود تاسی خبرانی تا تاسی خپل زن او بجنی او بلتا او دوستان تا خپل معلومات نموی خپل درسون تحصیلات نموی سیده بال دیگه نبیا خبرانه سل ثانیه او پیسې او دغه داسې پیسې وګټې د خپرونې کې تر اخر د سال پورې شاید میلیاردر شي ان شاء الله. خدای مهربانه ده. حالا از چاپانداز شروع میکنیم که حمید جان است و خود معرفی میکنه، بعد زو باز دوستای دیگه و صد ثانیه. به نام خدا و عرض سلام تقدیم تمام ملت افغانستان. حمید رازقی هستم، یک تن از مدلان افغانستان در گروه از مجان حقیقی. درجه تحصیلم محصل صنف 14 اینستیتوت میخونی که کابل میباشم در رشته بر. بسیار عالی، بسیار عالی. و متخصص از یام هست که تو بذار از این میدان پیدا کنی. بله بله. دایره حلال ببریش. بله یک اپم هست. بسیار سخت هم هست. چاپ اندازی بسیار سخت هست. بسیار ورزش ملی که بسیار بسیار ورزش فوقلاده و بسیار قدرتمند است. پهلوان هایی کار میکنن. پهلوانی کردی امی جان؟ بله بله. یا سعی گوشک امی جان بسیار است. بله خوب است، خوب است. اجمل جان دلوی بخون که سپیسیل تختن طلب کنم سلامون اونی که لورنده که اون دی تلو تلویزیون کلر منو مینوال تا پا دیل چی طول رو جور او خوشحال وسی او دی نیوی کال در رسید و مبارکی هم طول حوادوال تا وایم. اجمال اخی هستم یکی از خوشلباس ها و تراحان افغانستان. سال 1391 از مکتب فارغ شدیم. فعلا مثل سال اول 15 جورنالزم هستم. در مزامین که دوزارم در عرصه تاریخ فرهنگ افغانستان مطالعات داشته باشم و زیادتر مضامینی که خوش ندارم مو الجبر ریاضی و مثلثات است که به او قدر راحت نیستم و در دوران مکتب هم کمی با استادا به خاطر این بود روی خوب میکردم به خاطر که برای کامیاب بکنم. بسیار خوب. من تا چوپانا باید حساب یاد داشته باشند نه؟ صد رمه چند دانه است، چند دانه میبری، صد دانه ببری یا 200 دانه پس بیاری 20 دانه. بسیار خوب. باید یاد داشته باشند. تباه برباد میشه کل رمه. انشاءالله نه اونقدر باز خوب هستم. خب خب بسیار خوب. حبیب جان. من هم خداوند بخشاینده و مهربان. حبیب الله ابراهیم خیل هستم. یک تن از خوشلباسان تیم اجمل جان حقیقی. بر همه هموطنان عزیز خود سال نو تبریک و تهنیت عرض می دارم، چی در داخل هستم و چی در خارج. در سال 1391 مکتب خلاص کردیم. محصل سال دوم کمپیوتر ساینس هستم و کمپیوتر یک بخش مورد علاقه خودم است و بسیار مهارت دارم. در یکی از اینستیتوت های شهر کابل هم تدریس هم می کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا دیگه چوپان، چاپانداز و ابی جان از پکتیا که یک جای شوه ای یک میلیون ما در خطر میشه. متحد شدید تمام ارکوام و قواهی. صد فیصد. یک میلیون افغانی است که مرحله های مختلف داریم و نور جان شما برنده میشه. بیاری خدا. زمون لمره برخه، لمره پراو شده چلور پختین لدو او دقیق چلور پختین نه که تاسی طول تزواب ورکی سل زر افغانی با ترلاسه که سیده؟ او ما غسه چې مخ تلار شي نو پیسې هم ډیریږي، سوالونه هم یک ذره مشکلیږي. تاسې باید ډیر ډیر متوجه اوسئ. ان شاء الله. اولین سال 1394 شب گذشته 1393 بود، 1394 اولین سال دهی سال ببینیم که چی است. با دو سال تقریبا اگه آسان بود کسایی که بازی دست اصلا نمیدن برش کل سال آسان میباشن. بله با مثال آسان آغاز میکنیم و اجمل جان، امی جان و حبیب جان هم آماده هستن. میبینیم سال چی است. شانس خوب. سال 1393 به نام کدام ایوان مسما بود؟ الف گوسفند، ب مار، جیم اسب. سال 1393 به نام کدام حیوان مسما بود؟ نبی جان چی نظر داری؟ آدم مشوره شما رو بگیرم بعدا باز ما یک نظر جمعیتم. من فکر میکنم الف درست است. نه من گزینه جیم انتخاب میکنم، شما هم جیم انتخاب بکنین اگر مشوری شما باشه. جیم انتخاب خوب است، درست است. خوب باید دقت کنیم انشالله که دقت
خوب است، باید دقت کنیم. خوب است، جیم انتخاب میکنیم. درست است، انتخاب میکنیم. خوب است نه؟ اوکی میکنیم. درست است. بسیار خوب، و بالاخره جیم انتخاب شد. اگر درست انتخاب کرده باشن، پولی که از این سال به دستتان میاید هست 15500. اگر خدا نخواسته اشتباه کرده باشین، صفر باقی خواهد و سال. حالا شما جیم انتخاب کردین؟ بله. با نظر شما که اسب است؟ ان شاء الله. خب. بیاین که بریم به یک وقفه. بعد از باز معلوم میشه که آیا واقعا به نفع امی جان است یا شما امی جان میگفتین گدنه الف؟ نسبتا شک داشتم. الف. خب. بعد از وقفه معلوم خواهد شد. ګرد سره به مطرح لاس او وسم زواب چې صحیح دی کنه. بله جواب درست است. تبریک باشه براتون و دقیقا سال اسب بود و سال 1394 سال چی خواهد باشه؟ سال 1394 فکر می‌کنم که سال بز است. بز است. دیگه 1500 به حساب دوستان آمد. میریم به سال دومتون ان شاء الله. می‌بینیم که سال دوم چی است. شما دقت کنید. سال دوم. افغانستان که میزبان جشن جهانی نوروز در سال 1393 بود، در کجا از این جشن تجلیل نمود؟ الف در قصر پغمان، ب در باغ بابر، جیم در ارگ ریاست جمهوری. در ارگ ریاست جمهوری بود به نظر من. خب بله، تا جایی که من میفهمم در پغمان ای برگزار میشد و بسیار مصرف گزاف برای اما قصر کردن مشکلات ایجاد شد. بله باز در ارگ ریاست که ما هم بله. در ارگ ریاست جمهوری بله بگیری وقت از استم انتخاب بگذی جیم. انتخاب کنیم؟ انتخاب شد؟ آه انتخاب کنین. صحیح شد؟ تایید. بسیار خوب، بالاخره انتخاب شد و ببینیم که درست انتخاب کردین یا که خیر، که آیا جایی که شما میگین صحیح است یا که خیر. اگر صحیح باشه، پولی که از این پرسش به حساب شنمه 17000 است، مجبورم پولتان رو میسازه. 32500 اگر خدا نخواسته اشتباه کرده باشین، 15500 میشه 11625 افغانی با پرسش. افغانستان که میزبان جشن جهانی نوروز در سال 1393 بود، در کجا برگزار شد؟ جایش را گفته بودیم؟ یا در کجا از این جشن تجلیل شد؟ و شما میگین که؟ ارگ ریاست جمهوری است از بین گزینه هایی که انتخاب شد. حالا صحیح انتخاب کردن دوستای ما یا که خیلی کمپیوتر چی میگن؟ بله جواب درست است. بسیار عالی، تبریکتان خوشم. در سال 1393 افغانستان میزبان بود که چندین رئیس جمهور هم از کشورهای دیگه آمدن، باز بخاطر مشکل امنیتی آوردنش در قصر پغمان نشد، در ارگ ریاست جمهوری آوردنش. وقت آخرین سال کاری کرزای صاحبم بود. و سال سوم، نوروز در کدام کشورها تجلیل می شود؟ الف ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه. ب ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان. جی ایران، افغانستان، تاجیکستان، چین. ارمان جان، تمام از این مملکت ها اسلامی هست. خوب است. خب شما چی نظریه داریم؟ به نظر من در تمام تجلیل میشه. ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، همه کشورها کشورهای اسلامی هست و جشن نوروز برگزار میشه. بله واقعا. امی جان خودت چه بستی؟ خودت میفهمید. ببینید شما چی میگید؟ درست است. شما ببینید چی میگید؟ ما از سه گزینه را انتخاب میکنم. بله درست است. سه گزینه به نظر ما هم درست است. درست است. انتخاب میکنیم که زمان در گذر است. بله
بسیار خوب. انتخاب شد در سه گزینه و حالا ببینیم که درست انتخاب کردن دوستای ما یا نه. هر سه گزینه گرفتن دوستای ما. صحیح است واقعا؟ یک خیر. بیان که بعد از وقفه ببینیم. بله دوباره خوش آمدین دوستا. اوس هم دغه پختنه چې درې زواب د دوستانو په نظر باندې صحیح دی او اوس وګورو چې آیا واقعا ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکیه دا ټول زوابونه صحیح دي که نه. څنګه ده؟ بله گزینه درست است. بله بسیار عالی، بسیار عالی، تبریکتون باشن. و پولی که آمد 14,750 افغانی است. مجموع پولی که می سازن 47,250 افغانی. و میریم با سوال چهارمتان، آخرین سوال مرحله اول و گروه شده پختن چی شده؟ انشاءالله. تصمیم چی شده؟ روز جهانی نوروز در کدام سال از سوی سازمان ملل به تصویب رسید؟ الف در سال 2008 میلادی، ب در سال 2010 میلادی، ج در سال 2012 میلادی. شخص خودم به خودت نظرت بگو. خب نظر شما چی است؟ خب سه سال باید دقت بکنیم. بله باید دقت بکنیم. بسیار سوال در دیگه سوال ها قدر سم خودت نگرفتی؟ درست. ما و جان بودیم میشه خودت هم دقت بکنی کمک بکنی ولی که حساب الجبر اومد سر من مندازیش. خوب است. من زیادتر متأکن بالای گزینه 2008 هستم. اوقدر متأکن هم نیستم چون من معلومات ندارم. اما یک 98% 2008 گزینه الف. بازم خودت هم هر نظر شما داری؟ بهتر است که اما با خودت هم نظر باشی. خوب است با ما هم همچنان هم نظر هستم. خب سمی جان کل دبروی کل سوال ها هم نظر هستم. جواب ندادم شما. خب اگه من اشتباه بگیرم باشی پیسه صفر هم شما. بله خب گزینه الف انتخاب. خب انتخاب میکنیم. بله تایید کنین. و بالاخره انتخاب شد که در 2008 بود. آیا واقعا 2008 بود؟ اگر صحیح باشه پولی که به حسابشان میاد 10500 است. مجموع پولش چقدر میسازن؟ 57750 افغانی. اگر خدا نخواسته اشتباه کرده باشن 47250 افغانی میشه 35438 افغانی. و پرسش روز جهانی نوروز در کدام سال از سوی سازمان ملل به تصویب رسید؟ میگن که سال 2008 چیزی که اجمل گفت و حبیب تاکیدش کرد. همین جانم حالا ما منتظر هستیم که ببینیم صحیح است این پاسخشان یا خیر. نه خیر. جواب درست است ب در سال 2010 میلادی. خب نه اصلا فکر میکردم که 2010 را بگیری. من خود گفتم در دیگه سوال هم برای ما همکار نبودی باید خب. جواب میدادی. خب من متوجه نبودم خیر باشه. 2010 درست بوده که در دمی سال سازمان ملل روز به تصویب رساند و 2010 بوده 2008 نبود. حالا پولتان زیاد کم نمیشه 25% کسر میشه. پولی که داشتم دوستان من 47,150 افغانی میشه 25% کسر 35,438 افغانی. زیاد کسر نشده. حالا پیش میرین نمیرین 20 ثانیه دقت کنین و در روی سکرین تان توقف ادامه را میزنین یکشه و تایید میکنین شروع. خب اجمن جان هم بهتر است که ادامه نتیم چون که روزای سال نو است. خوب است تقریبا 35 هزار پشت است 34 جور لباس برای ما میشه. تایید کنین استاپ. انتخاب کنین استاپ. تایید کنین بسیار خوب. و حالا پولی که دارین دوستان پول هم نام خدا دارین. آه نام خدا خوب است نه؟ پولایتان نام خدا زیاد است و این 35,438 افغانی دوستای ما که دارن و سه سی غیر مسئله تقسیم است. سه اولت 21,263 افغانی، سه دوم است 10,632 افغانی، سه سوم است 3,543 افغانی. و حالا براتون 20 ثانیه میتیم انتخاب کنین کدام یه سر مستحق هستین و چرا. حبیب جان چون که اجمل جان سر تیم ما هستن
حق اولیت به ایشان میتیم بدون سرتیپ که واسه زیاد جواب دادن من بگیرن انتخاب گزینه الف باش که وا بگیرن شما چی میگیرین ما گزینه ب را شما بگیرین چون امی جان قدر جواب داد گزینه در 20 ثانیه در 20 ثانیه قانون مویی است هر کس انتخاب خودم میکنه امی جان کدام میسن امی اسی ب درست است بفرمایید بیره شما گفتین اینال نوبت شما سایج من نال ما گزینه الف انتخاب بسیار نام خدا بر خطام بدی و آقا امی جان کدام میسن خب گزینه سوم باید ما بگیریم گزینه جیم خب چرا که اجمل جان خواست اگه نه یک سوال کاملا ما جواب دادم آه خب خیر حالا بگیرین شما درست است حالا گرفته شده دیگه جیم الف و ب براتون بسیار تبریک باشم به خیر پولا رو مصرف کنین پولای زیاد است یک کاروبار کردش میشه ان شاء الله یک 34 جور لباس گفتین هم میشه این پولایی که ما اینجا به دست آوردیم میره شخصی است ان شاء الله مصرف نمیکنیم فقط هر سه ما به خاطر فرهنگ افغانی ما ان شاء الله لباس تهیه میکنیم که دیزاین های جدید کارهای جدید ان شاء الله به مردم تهیه آ زنده باد تشکر از اینکه اومدین به برنامه تشکر. و در سال نو در اولین روزش در اولین برنامه با این لباس های مقبول با ما بودین ما هم با این لباس بودیم و دوستای ما که ما همراه هستن برنامه ویژه طلوع رو فراموش نکنین این چند لحظه بعد ستاره افغان آغاز میشه و ببینیم کدام ستاره مقام اول میگیره یا فراموش نکنین با گونی زنده خواهد بود این برنامه ما و یک جان سپاس پیسه رو به خیر مصرف کنین یعنی پیسه دار شدین تا آخر سال دیگه پیسه میباره سر تاسم تشکر دوستای عزیز ویژه برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت و ویژه برنامه ما رو به خاطر سال تعلیمی جدید فردا شب فراموش نکنین ستاره افغان برنامه دیگه ما در راه است خدا نگهدار آغاز سال تعلیمی 1394 جشن معارف افغانستان در زمان کدام پادشاه وزارت معارف تأسیس شد؟